در موزه هنری نو پیناکوتک هستیم در مونیخ و می نگریم به کاری از هنرمند بلژیکی فرناند کناف. عنوان تابلو در بروی خیش می بندم از شعری سروده کریستینا روزتی گرفته شده با نام کیست منجی من؟ حضور ادبیات در هنرهای تصویری و تلاش هنرمندان برای آفرینش نوعی پیوند بین گشودگی واژگان و شیوه تجسم آنها در ذهن جالب است. اما چگونگی این پیوند معمایی است که نقاشان از دوران جنبش نوزایی اروپا به این سو با آن روبرو بودند. آن بند از شعر که عنوان تابلو از آن گرفته شده چنین است: در بروی خیش می‌بندم و آنها را بیرون می‌کنم، اما چه کسی مرا از خودم برهاند؟ خودی که بیش از همه از او بیزارم. این شعر را می‌توان شعری مذهبی دانست و در ستایش خداوندی که سرانجام رستگاری می‌بخشد. کشمکش و رنج درون موضوع شمار زیادی از نقاشی‌های سمبولیستی است. در این تابلو تنوع رنگ محدود است و مثلا در زنبق‌های پیش‌زمینه که مثل ردیف شعر با فاصله یکسان از یکدیگر قرار گرفتند، تمایز چندانی دیده نمی‌شود. این بخش‌های یکسان یادآور نقاشی‌های سلطه‌ای سده‌های میانه است. گویی زن دولت از نقاشی را از هم گشاده و در میانه نشسته است. او کنش ویژه‌ای ندارد، حرکت نمایشی نمی کند، آرام است و در فکر، به گونه‌ای که ایده های نقاشی در او تجسم یافته است. کناف از نقاشان پیشارافائلی که 40 سال پیشتر از او نقاشی می کردند الهام می گرفت. سمبولیست ها با استفاده از حس، احساس و نماد خلق معنا می کردند، نه با روایت صریح. از این رو نمادها چندان دقیق نیستند و همیشه تن به تفسیر می دهند. برای مثال، سردیسی که در رف پس زمینه قرار دارد، سردیس هیپنوز خدای خواب است، برادر تاناتوس خدای مرگ. این سردیس با حس و حال تابلو همخوانی کامل دارد. در سمت راست، نمایی از فضای شهری سده‌های میانه می‌بینیم با پرهیب انسانی تنها. این پرهیب هم گویی تک افتاده و سر در گریبان تفکر دارد. در سمت چپ دری می‌بینیم، اما فضایی که در به آن باز می‌شود را نمی‌بینیم و در کنار آن آینه مانندی. آن سوی آینه شیعی تزئینی با نقش گل. زنبق‌ها در پیش زمینه و بسیار چیزهای دیگر که به کار روایت در معنای سنتی نمی آیند. در روایت سنتی معمولاً زنبق‌ها سفیدند و به بکارت مریم عذرا اشاره دارند. اما این زنبق‌ها نه فقط نارنجی بلکه خشکیده و پژمرده‌اند. ملال و اندوه هولناکی در آنهاست. زن به دور دست می نگرد و ما نمی توانیم از چهره یا چشمانش احساسش را درک کنیم و تو گویی این ابهام کافی نیست، عناصر دیگری هم در تابلو گنجانده شده که بر ابهام می افزاید. زنجیری که بر جایی نادیدنی در میانه بوم آویخته است و گویی تاج کوچکی از آن دلنگان است. در چارگوشی در سمت راست آن دو گردی می‌بینیم و شمایی از چهره‌ای در میانه. میزی که زن بر آن تکیه داده و شیوهی که دستهایش را بر آن گسترانده یادآور محراب قربانی است و بر آن پارچه سیاه و نیزه‌ای شاید هم تیری دیده می‌شود. اینها به چه معناست؟ اگر در شعر در پی معنای اینها بگردیم، نخواهیم یافت. در هیچ جا معنایی نخواهیم یافت. هدف حضور این اشیا برانگیختن یک حس یا احساس است. سمبولیسم بلافاصله پس از امپرسیونیسم ظاهر شد. امپرسیونیست ها جهان عینی را گرفتند و از دریچه خلق و خوی فردی خود به آن نگاه کردند. در سمبولیسم اما جهان درون عینی می شود و خود را بر بوم نقاشی آشکار می کند. به عبارت دیگر، خیشتن ذهنی درون به قلمرو بصری پا می نهد و جهانی می شود.
عنوان تابلو در بروی خیش می‌بندم تأکیدی است بر زندگی درونی، ما را به درون خودمان ارجاع می‌دهد تا معنای خود و تفسیر خود را بجوییم و بیابیم.